خب درود ویژه دارم خدمت همه دوستان عزیز آقای برایان هوک میدونید که رئیس بخش اقدام علیه ایران البته نام مشخصش اقدام ایران منتها این علیه ایران دارن انجام میدن در وزارت و مخارجه آمریکا این گروه در حقیقت گروهی است که آقای بوش هم یک مدت درست کرده بود برای اینکه میخواستن بهانه پیدا کنن برای آقای صدام حسین و حمله کنن به کشور عراق همین بهانه را امروز هم در وزارت و مخارجه آمریکا درست کردن و آقای برایان هوک در رأسشون هست آقای برایان هوک یک حرفایی رو زد که من دیدم که خیلی مورد توجه استخبارات عربستان قرار گرفت و وبسایت رسمی استخبارات عربستان یعنی در حقیقت بنگاه سخن پراکنی استخبارات عربستان العربیه عمر العربیه فارسی و حتی عربی اومدن اینو پوشش خبری دادن و از اون سو هم یک جریان خائنی ما داریم به نام مجاهدین خلق که واقعا با آب هفت دریا اینا هیچ وقت تمیز نخواهند شد نجاستی که اینا دارن با آب هفت دریا حالت نجاست یه خود کدواجه مذهبی است نمیخوام از این واژه استفاده کنم ولی انقدر اینا کثیفن که با آب هفت دریا واقعا تمیز نمیشن این خبرم مجایدین خلق خیلی روش کار کرد من دوست داشتم صحبت های آقای برایان هوک در مورد موشک های ایرانی که فرموده بودن این موشک ها فوتوشاپه من خیلی برام جالب بود دوست این خبر رو اول از همه از مجایدین خلق بشنویم تا ادامه بدم برایان هوک همه هنگ کننده اقدامات علیه رژیم آخوندی در وزارت خارجه آمریکا روزشان شنبه گفت رژیم ایران با استفاده از فوتوشاپ از عمومی مردم جهان درباره توانایی نظامیش را فرید می‌دهد. دهد. به رژیم ایران تصاویر مربوط به پرتاب موشک های خود را با فوتوشاپ ساخته تا نشان دهد که ظرفیت‌های های موشکیش را افزایش داده است. برایان هوک گفت رژیم ایران علاوه بر این تصاویر هواپیماهای قدیمی را هم دستگاری و تلاش کرده تا آنها را به جای جتهای جنگنده رادارگریز جدید جا بزند. به افزود آمریکا میان رژیم ایران و شبه نظامیان دست نشانده اش که آنها را مسلح کرده هیچ فرقی قائل نیست. اینو ما جایین خلقم دیدید که چقدر با آب و تاب داشت نشون میداده که آقا برایان هوک چنین چیزی گفته بلن العربیه بدم یک مش عزیزان در اپوزیسیون برانداز خب پرسش اینجاست اگر اینها فوتوشاپه اگر این قدرت موشکی ایران فوتوشاپه و این قدرت نظامی ایران رو با فوتوشاپ دارن به جهان میفروشن شما چه ترسی دارید پس چرا ناو آبراهام لینکنتون با این همه بوق و کرنایی که راه انداختید آخرش هم گفتید وارد خلیج فارس نمیشه چون تنش ها زیاد نشه اگه ایران قدرتی نداره و داره فتوشاپ بازی میکنه میگن به قول معروف مسلمان همه را به کیش خود میپندارد همینه چون حالا حالا داستان من اینجوریه دیگه چون دیگه, دیگه دوستان مسلمان میخوان همه رو به کیش خودشون بپندارن و یه جورایی توی کانتکست خودشون هن. حکایت این آقای برایان هوک به عزیزان براندازه نه اینکه خودشون یه عمر دارن فوتوشاپ کاری میکنن نه اینکه اینها یک عمر با فوتوشاپ دارن زندگی میکنن صدا تقطی میکنن زندگی نامه ها رو عوض میکنن سناریو نویسی میکنن فوتوشاپ میکنن و هنوزم اندر خم یک کوچه هستن فکر میکنن حکومت فعلی ایران هم داره چنین میکنه آقای برایان هوک من حق بهتون میدم چون شما تازگی هم یک سری دیدارها با فتوشاپ کارهای کشورمون داشتی با کسانی که اخبار جلی حرفه ای منتشر میکنن همچون علی جوان مردی عکساش هم هست اینا حالا آماده نکردم همین امسال همین دو ماه پیش ایشون جلسه داشتن در واشنگتن و آقای علی جوان مردی و یک سری از عزیزانی که قهار هستن در امر فوتوشاپ و اخبار جلی رفتن دیدار کردن با آقای برایان هوک آقای برایان هوک با اینها دمخور شده عزیزم اگر ایران یا حکومت فعلی فارغ از اینکه ما خوشمون بیاد ازش یا بدمون بیاد که من در خیلی از موارد بیشتر از شماهایی که برانداز هستید و مثل همین آقای برایان هوک که دشمنان وجودی کشورمون هستید و طبیعتا بعد دشمن جمهوری اسلامی هم باشید من خیلی در یک سری موازه مشکلم بیشتره با جمهوری اسلامی اما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیار اگه جمهوری اسلامی کارش فتوشاپ بود که چهل سال ببخشید نمیتونه سر کار بمونه با این همه دشمنی که داره یعنی اگه این قدرت نظامی خدایی نکرده زبانم لال در سری فتوشاپ کاری توش بود که شماها رحم نمی کردید به آب و خاک ما که می اومدید, حمله می کردید می بردید شماها شما میشینید با عزیزان فتوشاپ کار حرفه‌ای همچون علی جوانمردی که اخبار جعلی حسابی منتشر میکنه جدیدا هم دیدم علی جوانمردی گفته که آره یه وبسایتی رو معرفی کرده گویا که نظامی های ایران اونجا بکنم این بنده خدا زمزم دوم باشه ایستگاهش کردن کاملا این علی جهانوردی کاملا ایستگاهش کردن سر کارش گذاشتن دیگه یه جورایی آقای نتانیاهو رو وقتی که میفرستن تور خب بنده خدا کم که میشینه با این آقای علی جوانمردی اینا دیگه برای یه نظرات ترگوز آبادانه بدن دیگه این نظر آقای بران حکم ترگوز آبادانه است نرم میگه آره اینا چیزه خب آقای اینجوری چرا حمله نمی کنی. حمله کن چه ترسی داری فوتوشاپه به دیگه حال گفتم اینو بیایم مطرح کنیم ببینیم که واقعا دشمنان وجودی ایران به کجا رسیدن هر روز سطحشون داره میاد پایین خودشون هم میدونن چرن میگن ولی این چرن رو تکرار میکنن چرا این چند رو تکرار میکنن برای اینکه دیگه به انتها رسیدن کفگیره خورده ته دیگ حرف حسابی دیگه ندارن اینا دیگه کارشون در این حوزه ها تمومه وقتی که شما حاضر میشی با یک مش افراد لس آنجلسی اپوزیسیون لس آنجلسی میدونید دیگه کمی که باید بخندید با یک مش اپوزیسیون لس آنجلسی حالا نام نمیارم و بخصوص به, به ویژه با افرادی چون علی جوانمردی که واقعا یک آدمی است همیشه در ایستگاه بوده ایستگاه یعنی سر کارش گذاشتن همواره در این واجه های جدید داخل ایرانه میگن ایسکاهش کردن این همواره توی ایسکا بودنه یعنی همواره اسکا به اسکا دارن سر کار میزنن این جوان مریو وقتی شما حاضر میشید با اینا بشینید خب معلومه بعد بیای نظرات طول بدید دیگه بعد بیای خودت سر کار بذاری بگی آقا اینا فوتوشاپه بعد دیگه خب پرسش اینه آقا اول قدرت جهان که ادعا داره پلیس دنیاست همه جا دخالت میکنه گردنش گلفت ناو ابراهام لینکن داره بمب افکن بی پنج داره اینا حالا همون بمب افکناشون هم گزارش اومده که در داغونه و نسل آخرشه و زیاد هم دیگه کارایی نداره همون با مفکنهایی که آوردن در پایگاه قطر گذاشتن اخبار خودشونه حالا اگه فرصت شد اونم برنامه میکنم امروز میخوام به موارد دیگه ای جز مسئله آمریکا بپردازم به هر حال پرسش اینجاست که خب تا ابرقدرت چرا حمله نمی کنی بنابراین نه این حرفای کمیک و سیاست مداراشون میزنن ولی افرادی که در پنتاگون هستن تا اونجایی که من صحبت های جنرال های پنتاگون رو دارم گوش میکنم خدایش آدم باید اعتراف کنه عموما آدم حسابی هن. و عموما مسائل فارغ از این پوپولیست سیاسی ای و این ای که دولت آقای ترامپ یا دولت های آمریکا کلا یا سیاست مدارهاشون انجام میدن بیشترشون هم وابسته به عربستان وابسته به عربستان که نیستن عربستان رو دارن میدوشن بیشترشون عمل بنای جریان صهیونیسم جهانی هستن در آمریکا و دو سومشون از سازمان ایپک بیرون میان دو سومشون اینا ایپکیان. ایپک که میدونید دیگه یک جریان سحیانیسی گردن کلفته که لول بیرونیش یا خروجیش اینه که آقا جان ما مثلا اتحاد بین آمریکا و اسرائیل در حقیقت یک جریانی است که دو سوم سی سیاست مداری آمریکا بر اونجا قسم یاد کنن به بیت المقدس اونا میگن اورشلیم دیگه حالا به اورشلیم بعد اونجا سوین یاد کنن تا تازه بتونن برن در کنگره آمریکا این که بهتون میگن سرود آمریکا یا مثلا تعهد بعد به آمریکا داشته این یک چیز ظاهری است در حقیقت اینا باید به اورشلیم یعنی برن به اون دیوار عجیب و غریبی که در اورشلیم هست دلار راست بشن اون کلاه رو بذارن و اینا تازه بتونن وارد کنگره آمریکا بشن دو سوم اینا ای پکی هستن و این حرفا رو وقتی که اینها میزنن خب اینا به خاطر اینکه دل اون جریان صهیونیست همچون شلدون ادلسونی که واقعا گذاری گسترده ای در امر سیاست مدارای وابسته به سهیونیست که همین برایان هوک در رستشون ها دیدی دیگه امثال مایک پیمپو برگشت گفتش که با هم رفتیم اسرائیل چقدر خوب بود ما فلانی همین برایان هوک حرفهای دیگه ای زد متیس برگشت یه چیز دیگه خود ترام برگشت بگو تو این کشور متیس نه ببخش اون یکیشون نامشون یادم رفته مشاور آقای ترام و خود ترام برگشت گفتش که آقا جان در این کشور کسی که میخواد پیشرفت بکنه باید سوگن بخوره به اسرائیل باید حافظ منافع اسرائیل باشه و هر روز دارن از این صحبت ها دیگه حیا رو خوردن و آبرو رو گرد دادن اینجوری سیاست مداری آمریکا قبلا علنی اسرائیل اسرائیل نمیکردن الان دیگه خیلی علنی تر دارن میگن چون رقابت دارن میکنن بتونن خوش خدمتی کنن در راستای سهیونیسم جهانی اما اما جنرال های پنتاگون درست بیشتری های اونام هم وابسته به سحیانیست هستن اما نظر کارشناسا نمیدن نمیان نظرهای کومیکی چون آقای برایان هوک و اینا رو بدن بگن آقا فوتوشاپه همه کارشناس های نظامی آمریکا و تمامی رسانه هایی که سرشون به تنشون در آمریکا میارزن و در عرصه نظامی سری تو سرا دارن و مقالات ای و کارشناسانه در حوزه نظامی می نویسن همشون تسلیمن در برابر قدرت نظامی ایران بنابراین فکر کنم بلایان هوک هم یه جورایی وقتی که میگم با جوان مردی دیدار کرده نیروهای امنیتی ما این بنده خدا هم ایسکاش کردن یعنی دو سه تا اومدن فتوشاپ برای بلایان هوک به طرق مختلف فرستادن که این بنده خدا بیاد اینجوری خودش رو زایه کنه در حال این بخش برنامه رو لازم بود به این قضیه اشاره بشه میریم بخش بعدی